هویت به نام خداوند جان و خرد که این برتر اندیشه بر نگذرد در این درس میخواییم در مورد هویت و تأثیر هویت در کیفیت فراگیری صحبت کنیم بعد نیست ابتدا بدونیم هویت چیه هویت باور هر شخص از خوده اینکه شما در مورد خودتون چگونه میاندیشید و از خود چه باوری دارید ساختار هویت شما رو تشکیل میده شروع شکلگیری هویت پروسه است که از بدو تولد شروع میشه عوامل و محیط های تأثیر گذار بر هویت شامل خانواده، محیط محل زندگی، مدرسه، دانشگاه و محیط پیرامونه همچنین تجربه های تلخ گذشته و تجربه های شیرین گذشته هر شخص هم بر روی هویت شخص تأثیر میگذارند. موضوع این درس کمی شبیه به درس باورهاست قطعا خاطر شریفتون هست که در مورد باورها صحبت کردیم باورهای محدود کننده و باورهای تقویت کننده هویت به نوعی یکی از باورهای مهم از خوده در واقع هویت نه تنها یک باوره بلکه مجموعه ای از باورهای به خوده هویت از این لحاظ اهمیت پیدا میکنه که هویت باورهای کلی و عمومی از خوده باورهایی که به طور کلی همه چیز رو تحت تاثیر قرار میدن این هویت شماست که دیگر باورهای شما رو و همچنین احساسات و روحیه شما رو تحت تاثیر قرار میده هویت باور پایه‌ای و هسته‌ایه و بقیه باورهای شما از اون ریشه میگیرند با توجه به مطالعه و مرور درس باورها تا به حال شما در مورد باورهایی که با فراگیری زبان مرتبط بودند فکر کرده اید و اونا رو مورد تجزیه تحلیل قرار دادید اما در این درس میخواییم در مورد اینکه ما چه باوری از خودمون داریم صحبت بکنیم و فکر کنیم و تجزیه تحلیل کنیم با خودتون فکر کنید من که هستم من چه باورهایی دارم شخصیت من جز کدام دسته از افراد؟ توانمندی هایی که من دارم کدومان آیا شخصیت من جز دسته افراد مثبت‌اندیش و مثبتگراست و یا اینکه جز دسته افراد منفی و منفی چنین باورهای هویتی بسیار مهمند چرا که این نوع باورهای هویتی هستند که دیگر باورهای ما رو و همچنین شخصیت ما رو چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی رشد خواهند داد و در نهایت زندگی ما را تحت تأثیر قرار میدن بعضی از باورهای هویتی هستند که بدون اینکه ما به اونها توجه داشته باشیم در پروسه رشد کردن و افزایش سن ما از کودکی و نوجوانی و جوانی شروع به رشد میکنن و در ذهن ما ریشه میزنند برای توضیح بیشتر و به عنوان مثال باور ایرانی بودن رو مرور میکنیم این باور که من یک ایرانی هستم یک باور هویتیه و همچنین اینکه این باور باوری درسته که حقیقت هم داره اگر به باورهای هویتی زیاد اهمیت بدیم و اونا رو مورد توجه قرار بدیم کم کم تبدیل به تعصبات میشن تعصبات رو هم میشه گونه ای از باورها دونست با توجه و اهمیت دادن به این باور باور ایرانی بودن تبدیل به تعصب میشه و در نظر شخصی که ایرانی بودن در او تبدیل به تعصب شده دیگر ملیت ها بی ارزش و کم ارزش جلوه میکنند و شخص متعصب باور داره که تنها ایرانی بودن یک ارزشه و دیگر ملیت ها فاقد این برتری و ارزش هستند گفتیم که باورهای هویتی بسیار مهمند تا جایی که میتونن مسیر زندگی شخصی را عوض کنند اجازه بدی تجربه یکی از دوستان رو به زبان خودش و با اندکی تغییر و اصلاح و اضافات برای اینکه در قالب بحث باورها به گنجه براتون مثال بزنم. دوستی تعریف میکرد برای مدت زیادی من بر این باور بودم که من توانمندی یادگیری زبان رو ندارم این یک باور کلی از خودم بود و هرگاه که قصد رفتن به کلاس زبان یا تمرین مرتبط به زبان به سرم میزد این باور غلط از خودم که در واقع تبدیل به هویت من شده بود جلوی یادگیری من رو میگرفت و به عنوان بهانه ای راه یادگیری میشد این باور غلط بارها و بارها من از یادگیری زبان عقب انداخت این در حالی بود که من به لحاظ رشتم و به لحاظ شغلم می که به زبان احتیاج مبرم خواهم داشت و این باور غلط بود که جلوی پیشرفت منو در زبان می گرفت اما دیدار دوباره با یکی از دوستان قدیمیم و همصحبتی دوباره با او درباره یادگیری زبان و تشویق و ترغیب از سمت این دوست قدیمی همه چیز رو تغییر داد کمی که با هم تمرین کردیم متوجه شدم که فراگیری زبان به هیچ وجه مشکل که نیست هیچ بلکه یک تفریح روزانه است و فراگیری زبان جزی از زندگی من شد این گونه بود که باور غلط من در مورد یادگیری زبان تغییر پیدا کرد و قسمتی از هویتم رو تغییر داد. از اون اتفاق به بعد و با تجربه هایی که در یادگیری زبان داشتم به این نتیجه رسیدم که من هم استعداد یادگیری زبان رو دارم و همین که یادگیری یک زبان بسیار ساده است. از اونجایی که روز به روز پیشرفت می کردم باعث شد که در مواجهه با مسائلی که برام درکش کمی مشکل بودن بیشتر انرژی بذارم و بیشتر تمرین کنم چون به این باور رسیده بودم که من زبان آموز خوبی هستم و استعدادش رو دارم همین به چالش کشیدن مسائل و تمرین های بیشتر منو روز به روز بیشتر به جلو هل میداد و بیشتر پیشرفت می کردم. بعد از فراگیری انگلیسی و تسلط به اون و به وجود اومدن یک موقعیت ادامه تحصیل در ایتالیا مشغول یادگیری زبان ایتالیایی شدم و در مدت کوتاهی تونستم ایتالیایی یاد بگیرم از ره گذر تغییر باورهایم و تغییر کمی در هویتم بود که تونستم این موقعیت ادامه تحصیل رو به دست بیارم بله دوست عزیزم این یک اصله باورهاتون رو تغییر بدید تا بتونید زندگیتون رو تغییر بدید با تغییر در باورها و تغییر کمی در هویت که باورهای غلط که چنان صدی جلوی پا و حرکت ما رو گرفتن کنار خواهید زد و مسیر زندگی رو تغییر خواهید داد در خاطر این دوستمون ملاحظه کردید که با تغییر باور ذهنیتی کاملا عکس اونچه قبلا میپنداشت براش حاصل شد در مواقعی که با مسائل مختلف مواجه شد شونه خالی نکرد و انرژیشو از دست نداد و انرژیشو کم نکرد و قوی و قویتر تر پیش رفت. در مواجهه با مسائل به اونها به عنوان یک مسئله که قطعا یک راه حل یا چند راه حل داره نگاه کرد و با اتکا بر انگیزه و تلاش راه حل عبور از مسائل کوتاه مدت رو یافت و زندگیشو تغییر داد. این موضوع فقط مختص یک شخص نیست بلکه هر کس با تغییر باورهاش و تغییر هویتش میتونه مسیر زندگیشو تغییر بده دوست زیرکم این از قدرت هویت و باورهای کلی ما این هویت ماست که همه باورها و همه چیز رو تحت تاثیر قرار میده خود شما آیا اینکه که تا به حال در تجربه یادگیری در هر درس یا مطلب و به خصوص فراگیری زبان موفق بوده ای یا نبوده ای تأثیر پذیرفته از هویت تو و باورهای کلید نبوده؟ باورهای ما رو و هویت ما رو تجربیات گذشته رقم میزنند چه مثبت و چه منفی ایجاد باورهای غلط سطحهای جلوی راه ما و ایجاد باورهای مثبت باند پرواز پیشرفت در یک هدف خاص و مورد خاص هستند به این نتیجه رسیدیم که باورها و به طور کلی باورهای هویتی چه تأثیر بزرگی در زندگی ما و در راه پیشرفت ما خواهند داشت پس بر ماست که باورهای هویتی قوی و پیشبرنده رو انتخاب کنیم و همچنین بر ماست که باورهای تقویت کننده رو انتخاب کنیم البته نه تنها در مورد یادگیری زبان بلکه به طور کلی باورهای هویتی مثبت و عالی در مورد خودمون که همه جانبه باعث پیشرفت ما خواهند بود سوالاتی از قبیل من که هستم من چه توانایی هایی دارم از کدام دسته افراد هستم و چه شخصیتی دارم این دست سوالات و پاسخ درست به اونها باورهای هویتی کلی شما رو تعیین خواهد کرد همچنین نیاز دارید که در خصوص باورهای مرتبط با یادگیری زبان نیز باورها و باورهای هویتی خود را بررسی کنید سوالاتی مثل آیا باورهای هویتی که دارم باورهای محدود کننده است یا تقویت کننده؟ باور من از خودم نسبت به یادگیری و به خصوص یادگیری زبان چیه؟ برای مثال تفاوت بین دو باور از خود که من در یادگیری زبان عالی هستم و من در یادگیری زبان ضعیف هستم. بسیار زیاده حاصل این تفاوت تا جایی که میتونه مسیر زندگی شخص رو تعیین کنه حال میخوایم بدونیم که چگونه میتونیم هویتمون رو بسازیم و یا هویتمون رو اصلاح کنیم اجازه بدید کمی منطقی و معقولانه بیاندیشیم که کدوم دست از باورهای هویتیان که ما رو در جهت پیشرفت کمک خواهند کرد کدوم دست از باورهای ما موفقیت ما رو در راه رسیدن به هدف تضمین میکنند اون دست از باورهای شما که موفقیت و انگیزه و انرژی شما رو تأمین می کنن همون باورهایی هستن که شما به اونها نیازمندید این باورهای هویتی که به اونها نیازمندید رو روی کاغذ بیارید و یادداشت کنید سه یا چهار باور هویتی مربوط به یادگیری زبان که شما رو کمک خواهند کرد انرژی شما بالا بره انگیزه شما رو تقویت میکنند باعث نگرش مثبت در شما میشن و به طور کلی احساس خوبی به شما دست میده این باورهای هویتی رو رو کاغذ بیارید و همیشه در حالت مراقبه تو ذهن داشته باشید جملاتی خبری که ساختاری القا کننده دارن مثل این جمله که من سه نقطه هستم مثلا من در یادگیری زبان بسیار عالی و فوقالعاده هستم من در یادگیری زبان بسیار سریع هستم و جملاتی از این دسته که باعث ایجاد انگیزه در شما خواهند شد میتونید جملات تأکیدی رو به انگلیسی برای خودتون تکرار کنید البته فراموش نکنید که باید این جملات رو با صدای بلند بارها و بارها تکرار کنید به اینکه تنها این جملات رو تو ذهنتون مرور کنید اکتفا نکنید همزمان با جاری شدن این جملات بر زبانتون اجازه بدید که در فکر و ذهنتون نیز مرور بشه نکته بسیار مهمی که در مورد باورهای هویتی و همچنین در مورد باورهای تقویت کننده لازمه بدونید اینه که برای تبدیل یک گمان به یک باور و قوی و قویتر شدن یک باور نیاز به منبع و نیاز به ای در جهت تقویت اون باور و اون گمان داریم. منبع یک باور یک تجربه در گذشته است. تجربه مثبت یا منفی که باور شما رو چه در جهت تقویت و چه در جهت تضعیف سوق میده؟ پس طبیعتا برای تقویت و قویتر شدن باورهای مثبت و باورهای هویتی که بر روی کاغذ میاریم و در ذهن داریم هم به منبع نیاز خواهیم داشت تا اینگونه باورها تقویت بشن به پروسه تقویت باورهای مثبت و تقویت کننده دقت بکنید در ابتدا با تکرار جملات و ایجاد انگیزه در خودتون و تمرین و تکرار مطالب با استفاده از تکنیک هایی که تا به حال گفته شده و در نتیجه فراگیری با کیفیت و متفاوت کم کم متوجه خواهید شد که یادگیری زبان اصلا براتون مشکل نیست و به طور کلی باور و ذهنیتی که قبلا به یادگیری زبان داشتید که احتمالا ذهنیتی منفی بود کم کم تغییر پیدا میکنه به مرور با تمرین و تکرار همراه با پیروی از تکنیک هایی گفته شده شما رو کمک خواهد کرد که سریتر بهتر و ماندگارتر فرا بگیرید همین فراگیری با کیفیت به عنوان یک منبع و یک تجربه شیرین خواهد بود برای اینکه شما باور کنید که یادگیری زبان غیر ممکن نیست یادگیری زبان مشکل نیست زبان پیچیده نیست اینکه من بتوانم به انگلیسی یا هر زبانی که مایلم مکالمه کنم یک حقیقت است که برایم در دسترس است همین باورها و باورهایی از این دسته که شما به اونها نیاز دارید با پیروی از تکنیک های گفته شده و کمی تمرین حتی از سطوح پایین نظام باورهای شما را تغییر خواهند داد. یک راه دیگه برای اینکه منبع و رفرنسی برای گمانهاتون پیدا بکنید و به عنوان رفرنس و منبعی برای گمانها و باورهای تقویت نشده مثبتتون قرار بدید اینه که نگاهی به گذشته خودتون و تجربیات موفق خودتون در یادگیری و به خصوص در یادگیری زبان میاندازید مثلا یک تجربه موفق در فراگیری یک مطلب خاص که شاید برای دیگران مشکل بود ولی شما اونو به راحتی یاد گرفتید و به اون مسلط شدید به خصوص در مورد یادگیری زبان یک تجربه رو مرور کنید که در فراگیری مطلب علا رقم این این اون مطلب سخت و پیچیده بود و سنگین بود اما شما از پس اون موضوع و مطلب بر اومده باشید و خوب یاد گرفته باشید. مثلا فراگیری زبان فارسی و یا زبان مادریتون هم میتونه نقطه قوت و یک تجربه مثبت باشه اینکه شما تونستید از طفلی که صحبت کردن بلد نیست تبدیل به شخصی بشید که به راحتی به زبان فارسی یا زبان مادریتون صحبت میکنید همین خودش یک تجربه و یک منبع مثبت در گذشته است و یا اینکه از تجربه های هر چند کوچیک خودتون استفاده کنید اگر در یادگیری زبان چنین تجربیات موفقی هر چند کوچک داشتید این تجربیات رو بر روی کاغذ بیارید اشکالی نداره اگر تجربیات شما کوچیکه این تجربیات برای شما کوچیکند اما برای زمیر ناخودآگاه شما کوچیک نیستند اما زمیر ناخودآگاه شما که در شما باور خواهد ساخت به این تجربیات به عنوان یک موفقیت کوچک نگاه نمیکنه و این گونه تجربیات رو به عنوان منبع موفقیت در نظر خواهد گرفت چند نمونه از این تجربیات و منابع در گذشته و به روی کاغذ آوردن اونها و مرور و به یادآوری اونها شما رو بر آن خواهد داشت که بدانید چه توانمندیهای های عظیمی در شما نهفته است و توانمندیهای های شما رو به خودتون القا خواهد کرد و براتون یادآوری خواهد کرد شاید تکنیک یادداشت کردن نکات و جملات مثبت و انرژیزا برای عده‌ای مضحک و خندهدار به نظر برسه و شاید عده‌ای دیگه از این کار خجالت بکشند و عده‌ای دیگه با خود بگن همین که این جملات رو تو ذهن داشته باشیم کافیه اما حقیقت اینه که یکی از ویژگی‌های انسان فراموشکاری اونه خیلی مهمه این موضوع دوست عزیزم اگر تنها به مرور جملات و نکات مثبت تنها بر روی ذهنتون اکتفا کنید لحظه به لحظه و ساعت به ساعت و روز به روز تعداد جملاتی که در ابتدا در ذهن داشتید کمتر و کمتر میشه و حتی از کیفیت و کمیت اولیه جملات نیز کاسته خواهد شد پس بر شما باد نوشتن و یادداشت نکات و جملات مثبت و مؤثر. جملات و نکات مثبت و مؤثر رو با خطی خوش یادداشت کنید و در معرض دید هر روزتون قرار بدید که روزانه چند بار توانمندی هاتون و جملات مثبت و نکات مؤثر براتون تداعی بشه بعد از یافتن منابع مثبت و یادداشت کردن اونها فراموش نکنید که تکنیک تصویرسازی ذهنی و NLP رو بر روی اونها نیز پیاده بکنید خودتون رو در حالت موفقیت مجسم کنید و این تصویر ذهنی رو بزرگ و بزرگتر کنید و خودتون رو تون تصویر ببینید اجازه بدید که ذهنتون و زمیر ناخداگاهتون احساس وظیفه کنه و برنامه ریزی کنه که شما رو باید به اون وضعیت عالی و دلخواه برسونه تکنیک تغییر باورهای هویتی تنها در موقعی که دارید این بحث و مرور رو مطالعه میکنید و یا دارید این بحث و گوش میدید خلاصه نمیشه و نسبت به اشخاص مختلف زمان خود رو خواهد برد تا در شما نهادی نبشه پس توجه داشته باشید که تغییر باورهای هویتی همانطور که هویت با گذشت زمان شکل گرفته تغییر اون نیز زمان بره و شاید تا چند ماه نیازمند اینه که تمرین و مراقبه داشته باشید و توجه لحظه به لحظه به خود داشته باشید البته دقت داشته باشید که تکنیک تغییر باورها و همچنین تغییر باورهای هویتی تنها در فراگیری زبان خلاصه نمیشه بلکه با به این تکنیک میتونید باورهای دیگر خود رو هم تغییر بدید با استفاده از تکنیک تغییر باورها و تغییر باورهای هویتی که میتونید روش یادگیری و جهت یادگیری خود رو تغییر بدید و با قدرت و با انگیزه و سریعتر و با کیفیت فرا بگیرید امیدوارم که بتونید باورهای منفی خودتون رو دور بریزید و به جای اون باورهای هویتی مثبت رو جایگزین کنید. پیروز باشید.